با نام خداوند یکتا بخش چهارم از فصل ماتریس و حل دستگاه های معادلات خطی رو شروع می در این بخش دستگاه های معادلات خطی سازگار و ناسازگار و همینطور دستگاه های همگن و ناهمگن رو بهتون معرفی می به علاوه نمایش ماتریسی دستگاه معادلات و روش حذفی برای حل دستگاه های معادلات رو براتون توضیح میدیم. پس بریم درس رو شروع کنیم. با مفهوم دستگاه معادلات در دوران دبیرستان آشنا شدید. به دستگاهی میگیم سازگار که این دستگاه حداقل یک جواب داشته باشه و به دستگاهی میگیم ناسازگار که جواب نداشته باشه مثلا این دستگاه ناسازگاره چرا؟ چون جواب نداره من اگر بیا معادله اول رو در دو ضرب کنم هم ایکس ها ساده میشن هم y ها طرف اول صفر میمونه اما طرف دوم مساویه با دوه اما این یک رابطه نادرست صفر مساوی دو هیچ وقت نمیتونه باشه پس این دستگاه جواب نداره به عبارت این دستگاه ناسازگاره روش های مختلفی برای حل دستگاه معادلات وجود داره که ما اینجا یکی یکی اون روش ها رو بررسی می کنیم. روش اول روش حذفیه. در این روش دو تا دو تا معادلات رو با هم در یک دستگاه حل می کنیم و نکته‌ای که باید بهش دقت کنی اینه که مثلا اگه در دستگاه اول متغیر x رو حذف کردیم در دستگاه های بعد هم باید متغیر x رو حذف کنیم طوری که در نهایت به معادلاتی می رسیم که هیچ کدوم مثلا متغیر x ندارند و بعد همین کار رو ادامه میدیم مثال بعدی رو ببینید میخوایم این دستگاه معادلات رو حل کنیم من معادلات یک و دو و معادلات دو و سه رو اینجا با هم گرفتم و با رنگ قرمز نوشتمشون. شما میتونید مثلا یک و دو رو با یک و سه در نظر بگیرید. بیام در این دستگاه. در اینجا متغیر x رو نمیتونم حذف کنم. چرا؟ چون این معادله x نداره. پس یا y رو و یا زد رو حذف میکنم. فقط حواستون باشه هر متغیری که در این دستگاه حذفش کردید باید همون متغیر رو در این دستگاه هم حذفش کنید. من اینجا متغیر ایگرگ رو حذف می کنم. اگر این معادله رو در منهای چهار ضرب کنم، اینجا متغیر ایگرگ من حذف میشه و به این معادله می رسم. در این هم پس باید ایگرگ رو حذف کنم. این معادله رو در منهای یک ضرب کردم، به این معادله رسیدم و متغیر ایگرگ من حذف شد. نهایتش شد این معادله. معادلات چار و پنج رو با هم دیگه در یک دستگاه حل می کنم. اینجا دیگه متغیرهام خیلی راحت میتونم این دستگاه رو حل کنم. اگر این معادله رو در منهای پنج ضرب کنم متغیر زد من حذف میشه و به این معادله میرسم از این نتیجه میشه x مساوی با منهای 17 به روی 55 این رو میتونم منهای 34 صد و دهم هم ببینی پس x رو به دست آوردم. حالا برم داخل معادلات 4 یا 5. در یکی از اینها x رو قرار بدم تا متغیر دیگرم به دست بیاد. پس من در این معادله قرار میدم. از این منهای 7 به جای xش قرار میدم منهای 34 صد و دهم. ده منهای دو زد مساوی با دو محاسبات رو انجام میدم و میرسم به اینکه که مساوی با نو صد دهم ده هست حالا این دو تا متغیری که به دست آوردم رو در یکی از معادلات یک دو یا سه قرار میدم من در معادله یک قرار میدم که محاسباتم کمتر باشه چون اینجا یک متغیر کمتر داره اگر به جای Z 9 دهم رو قرار بدیم در این معادله به این نتیجه می رسیم که ایگرگش مساوی میشه با 23 صد و پس این دستگاه یک دستگاه معادلات سازگاره چون یک جواب داره و این جواب هم منحصر به فرده. حالا این دستگاه رو ببینید. من معادلات یک و دو و یک و سه رو با هم گرفتم و مثلا متغیر زد رو اینجا از این دستگاه حذف کردم که گفتم اینجا هم باید متغیر زد رو حذف کنم. اگر این کار رو انجام بدم میرسم به این معادله که اسمش رو معادله چار میگذارم. اینجا هم گفتم باید متغیر زد رو حذف کنم و از حذف این متغیر میرسم به این معادله. این دوتا رو گفتم با هم دیگه در یک دستگاه در نظر میگیرم. حالا اگر این معادله رو در عدد منهای دو ضرب کنم میرسم به این معادله. نگاه کنید اینجا هم ایکس ها حذف میشن هم ایگرگ ها یعنی طرف اول عدد صفر میمونه و طرف دوم مساویه با یک میشه. اما صفر مساویه یک یک رابطه نادرسته پس بلا فاصله میگم این دستگاه جواب نداره چون به یک رابطه نادرست رسیدم. حالا میخوایم این دستگاه رو حل کنیم. توجه کنید که اگه من به جای x و y و z صفر قرار بدم در همه این معادلات صدق میکنه. پس x مساوی صفر، y مساوی صفر و z مساوی صفر یک جواب این دستگاهه. حالا ببینیم آیا این دستگاه فقط همین یک جواب رو داره؟ حلش میکنیم. من اینجا معادلات یک و دو رو با هم گرفتم و اینجا معادلات یک و سه رو با هم گرفتم. در این دستگاه متغیر x رو حذف کردم و به این معادله رسیدم. در این دستگاه هم حتما باید متغیر x رو حذف کنم چون اینجا x رو حذف کرده بودم. و از حذف x اینجا به این معادله رسیدم. این دوتا رو گفتم باید بیام در یک دستگاه حلشون کنم. و از حل این دستگاه به این نتیجه رسیدم که صفر مساوی صفره چون هم ایگرگ ها ساده میشن هم زد ها ساده میشن و طرف دوم هم که مساوی با صفره اما این یک رابطه همیشه درسته پس اینجا میگیم این دستگاه بی نهایت جواب داره چون به یک رابطه همیشه درست رسیدیم بریم فرم کلی جوابهاش رو پیدا کنیم از این معادله نتیجه میشه منهای 4 ایگرگ مساوی با منهای 12 زده از این هم نتیجه میشه ایگرگ مساوی با 3 زده اسمش رو میذارم معادله 6 حالا 6 رو در یکی از معادلات یک، دو یا سه قرار بدم. مثلا در یک قرار میدم. یعنی هر جای ایگرگ دیدم به جاش قرار میدم سه زد در یک. میشه چی؟ x به اضافه دو تا به جای ایگرگش میگذارم سه زد منهای تا z مساویه با صفر یه مقدار سادش میکنم میشه x مساویه با دو زد این هم معادله هفت من پس به چی رسیدم؟ x مساوی با 2 زد ایگرگ هم مساویه با سه زد نگاه کن ببین در این دو معادله این طرف زد مشترکه پس من میتونم z رو مساوی با t در نظر بگیرم. اگه z مساوی t باشه، x چی میشه؟ x میشه دو t. y چی میشه؟ سه t. z هم که مساوی t بود. پس فرم کلی جواب های این دستگاه به این صورته. یعنی چی؟ یعنی شما t رو هر عددی که دوست داری قرار بده. مثلا اگر تی رو صفر قرار بدی به چی میرسی؟ این میشه صفر این صفر 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 یک جواب این دستگاهه همون اول ما این رو گفتیم اگر تیر و مساویه با یک قرار بدیم میشه دو سه یک یک جواب دیگر این دستگاهه اگر تیر و با منفی یک قرار بدید منفی دو منفی سه و منفی یک یک جواب دیگر این دستگاهه همینطور میتونید به جای تی هر عدد حقیقی که دوست دارید قرار بدید و یک دست جواب برای این دستگاه به دست بیارید. پس این دستگاه معادلات هم سازگاره و بی نهایت جواب داره. ما فرم کلی جوابهاش رو به این صورت براتون بدست آوردیم. این دستگاه معادلات خطی رو میشه به فرم ماتریسی هم نشونش داد. به این صورت که اگه اعداد سمت راست رو در یک ماتریس ستونی قرارش بدیم و اسمش رو ماتریس B بگذاریم و همینطور مجهولات رو در یک ماتریس ستونی به نام X قرارش بدیم و تمام ضرایب این مجهولات رو در یک ماتریس M در N به نام A قرارش بدیم در این صورت میشه این دستگاه معادلات رو به فرم x مساوی با B نوشت شما اگه ماتریس A ضرب در X رو حساب کنید و مساوی B قرارش بدید دقیقا به این روابط می رسید. به این ماتریس A میگیم ماتریس زرایب، به ماتریس X میگیم ماتریس متغیرها یا مجهولها و به ماتریس B میگیم ماتریس اعداد ثابت. مثلا در این دستگاهی که قبلا حلش کردیم میخوایم ماتریس های A, B و X رو به دستش بیاریم. ماتریس B اعداد سمت راست بود یعنی یک دو 0. ماتریس X مجهول های من بود به ترتیب می نویسمشون X, Y, Z. پس من اینجا قرار میدم. ترتیبش برام مهمه. ماتریس A از ذرایب این مجهول ها به دست میاد مجهول اولم x بوده اینجا ضریبش صفره پس من صفر قرار میرم به صورت ستونی بعدی منهای پنجه و بعدی دوه مجهول دومم ایگرگه زرایبش چار یک یک مجهول بعدی من z هست زرایبش دو سه پنج پس من ماتریس های a x و b رو به دست آوردم اگر a رو ضرب در x کنید و مساوی با b قرار بدید دقیقاً به این دستگاه معادلات می رسید. حالا دستگاه معادلات خطی همگن به چه دستگاهی گفته میشه؟ اگه همه اعداد سمت راست یک دستگاه معادلات صفر باشن یا به عبارتی ماتریس بی صفر باشه در این صورت به این دستگاه دستگاه همگن گفته میشه. مثل آخرین دستگاهی که با روش حذفی براتون حل کردیم. دستگاه همگن همیشه حداقل یک جواب داره چون اگه به جای متغیرهاش صفر قرار بدیم در معادلات صدق میکنه پس این جواب یک جواب بدیهی برای این دستگاهه در دستگاه همگنی که تعداد معادلات و مجهولاتمون با هم برابر هستند یعنی آماتریس ماتریس مربعی باشه اگر دترمینان ماتریس آ رو حساب کردیم و عددی مخالف صفر شد در این صورت این دستگاه فقط همون جواب بدیهی رو داره ولی اگه دترمینان آ مساوی صفر بشه در این صورت دستگاه ما بی نهایت جواب داره مثلا شما در دستگاه آخری که با روش حذفی براتون حل کردیم میبینید که این دستگاه همگنه و اگه دترمینان آ رو حساب کنیم صفر میشه شما حتما دترمینان آ رو در اون دستگاه حساب کنید و این رو به وضوح ببینید و اونجا ما دیدیم که این دستگاه بی نهایت جواب داشت همینطور اگه یک دستگاه همگن داشته باشیم که تعداد متغیرهاش بیشتر از تعداد معادلاتش باشه در این صورت این دستگاه هم بی نهایت جواب داره میخوایم مقداره متغیر آ رو طوری پیدا کنیم که این دستگاه بینهایت جواب داشته باشه. گفتیم که در یک دستگاه همگن اگه دترمینان ماتریس آ رو به دست آوردیم و مساوی صفر شد در این صورت دستگاه بینهایت جواب داره. پس اول ماتریس آ رو به دستش میاریم. ماتریس آ مساوی با. ذرایب ایکس مون یک دو. زرایب ایگرگ مون دو منهای آ حالا باید بریم دترمینان آ رو به دست بیاریم خب خیلی ساده است ضرب این دوتا منهای آ منهای این ضرب این دوتا چهار دترمینان آ رو باید مساوی صفر قرار بدیم تا دستگاه بی نهایت جواب داشته باشه پس این مساوی با صفر از این نتیجه میشه آ مساوی با منهای چهار در این سوال گفته تعداد جواب این دستگاه معادلات رو مشخص کنید. دقت کنید مسئله جواب رو از ما نخواسته بلکه فقط تعداد جواب رو از ما خواسته. خب چون دستگاه همگنه دترمینان آ رو به دستش میاریم. ماتریس آ رو من نوشتم زرایب متغیر x در این ستون، به متغیر ایگرگ در این ستون، و ذرایب متغیر Z در این ستون. شما دترمینان A رو با روش بست یا ساروس به دستش بیارید و ببینید که دترمینان A مساوی با صفر میشه. پس بلا فاصله میگیم دستگاه بی نهایت جواب داره. دستگاه معادلات خطی غیر همگن به دستگاهی میگیم که همگن نباشه. مثلا این دستگاه همگن نیست چون اعداد سمت راستش صفر نیستند. حتی اگه یکی از این اعداد هم صفر نباشه دستگاه میشه ناهمگن یا غیر همگن. در دستگاه همگن گفتیم دو حالت اتفاق میفته یا یک جواب داره یا بی نهایت جواب داره. اما در دستگاه غیر همگن سه حالت اتفاق میفته یا یک جواب داره یا اصلا جواب نداره یا بی نهایت جواب داره. پس هر وقت مثلا به ما بگن که ما دو تا جواب این دستگاه رو میشناسیم حتما تعداد جوابهای این دستگاه بی نهایت بوده. چون اگه دستگاه غیر همگن بیشتر از یک جواب داشته باشه حتما بی نهایت جواب داره. در دستگاه غیر همگن این معادله و این مجهول اگه دترمینان آ مخالف صفر باشه در این حالت حتما دستگاهمون یک جواب داره دقت کنید که دیگه اینجا نمیگیم دستگاه داره جواب بدیهی صفر و صفر و صفر بلکه اینجا میگیم دستگاه یک جواب داره و اینکه این جوابش چیه باید با حل دستگاه بهش برسیم و اگه دترمینان آ مساوی صفر باشه در این صورت دستگاه ما یا جواب نداره یا بی نهایت جواب داره. مثلا ما این دستگاه رو قبلا با روش حذفی براتون حل کردیم و دیدید که دستگاه جواب نداره. حالا شما دترمینان آ رو حساب کنید و ببینید که دترمینان آ مساویه با صفر میشه. این نکات هم ممکنه در بعضی از مسائل به کارتون بیاد. اگه یک دستگاه غیر همگن دو در دو یعنی دو معادله و دو مجهول داشته باشیم و آ آب به آبریم مخالف باشه با بی به در این صورت دستگاهمون فقط یک جواب داره توجه کنید که در این حالت دترمینان آ مخالف صفر میشه ولی اگه آ آب به آبریم و بی به ببریم و سه سب به سبریم با هم مساوی باشند در این حالت این دستگاه بی نهایت جواب داره. در واقع این دو معادله مزربی از هم میشن و اگه آب آبریم مساوی باشه با بی به ببریم ولی مخالف باشه با سی به سبریم در این صورت دستگاه جواب نداره. میخوایم مقدار متغیر آ رو طوری پیدا کنیم که این دستگاه جواب نداشته باشه. میتونیم از نکاتی که در اسلاید قبل گفتیم استفاده کنیم. یک تقسیم بر آ باید مساوی باشه با یک تقسیم بر یک ولی مخالف باشه با یک تقسیم بر دو. خب این طرفش که برقرار هست. پس این طرف رو بررسی کنیم. یک آون مساوی یکی یکیکون باشه. از این نتیجه میشه آ باید چند باشه؟ آ مساویه با یک باید باشه. شما میتونستید دترمینان آ رو تشکیل بدید و مساوی با صفر قرار بدید. این دترمینان ماتریس آی من هست که اگر مساوی صفر قرارش بدم میشه یک منهای آ مساوی صفر از این نتیجه میشه آ مساوی با یک. با هر دو روش به یک جواب میرسم.